بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مسد بیان سرزنش ابو لهب و همسر او و راه آنها. بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب. زیانکار و شکسته باد دو دست ابو لهب و خودش نابود باد، یعنی هر دو دست ابو لهب هلاک و زیانمند باد. او که عملهای بد داشت، کتاب الهی را دروغ پنداشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم را آزار داد، با دین و شریعت ضدیت نمود و در مالش بخیلی ورزید. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. مالش و آنچه که دست آورد سود به حالش نبخشید. مال و فرزندانش فایده به او نرساند، به دفاع او نپرداخت و خشم پروردگار را رد ننمود، بلکه با عملهای ناپسند خود را با اهل و مالش به زیانمندی گرفتار ساخت. سیصلی ناراً ذات لهب. به زودی داخل آتش شعلور خواهد شد، یعنی به زودی با آتش شعلور سوزانده می شود، در عذاب دوزخ بریان می گردد و به جزای دشوار اعمال خود در عذاب سخت گرفتار خواهد شد، چنانچه جزای هر شخصی ستمگر همین است. و امرأته حمالت الحطب. و نیز همسرش که در دشمنی با پیامبر صلی الله علیه و سلم آتش بیار معرکه بود، یعنی همسرش نیز با همراهی او عذاب داده می شود، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم را اذیت نمود، با اسلام به ستیزه پرداخت. از رای الله رو گردان و خارها را در راه ها می انداخت. فی جیدها حبل من مسد. در گردنش ریسمان از لیف خرماست و در دوزخ زنجیر آتشین بر گردن دارد، یعنی ریسمانی که با آن هیزم میکشید و در گردنش آویزان بود، به سبب آن به آتش دوزخ انداخته می شود. گلویش را فشار می دهد و او را به سوی دوزخ میکشاند.